تبارك الذي جعل في السماء بروجا ما گفتمان تبادل فکر، تبادل معلومات و حیث یک راه اساسی و روش و شیوه اساسی برای رشد فکر در جامعه میدانیم و همچنان در سازمان خود میدانیم. سیاست هویت به منظور یک راهبرد است که به دنبال برداشتن تبعیض است یا رفع تبعیض است، به منظور رسیدن به یک جامعه تکثرگرا، به دنبال به منظور آزادی و عدالت. در چنین یک حالت سیاست هویت کاملا مثبت است، اما زمانی است که ما از پایین به بالا عینک مون را بندازیم. این سیاست منفی است. چرا؟ به خاطر از این که براسته که بازشناسی متقابله یا امکان تفاهم متقابله از بین میره. شما زمانی که یک دنیا را سیاه و سفید دیدین، یعنی خود و دیگری آنقدر غلظت برش بخشیدین یا آنقدر بزرگش ساختین که دیوار بسیار بزرگ بین شما و دیگری ایجاد شد، امکان تفاهم، امکان مشارکت و امکان رسیدن به توافق بسیار بزرگ از بین میبره. در چنین یک حالت این سیاست، سیاست منفی است، بعد منفی داره. از آنجایی که به دنبال آزادی و عدالت و رفاه مثبت است، از آنجایی که آنقدر دیوار بزرگ ایجاد میکنه که امکان شناخت متقابل از بین میبره، منفی است. اما در یک سطح کلان، از آنجایی که نابرابری های اقتصادی و دیگر نابرابری ها را نادیده نگیره، چون بیش از اندازه اثر از این تاکید میشه، آنقدر هویت سیاست میشه که دیگه با سیاست شدن جنبه های دیگر کمتر توجه میشه، در نتیجه این نابرابری ها را همچنان سرپوش میگذاره و این فرهنگ ابزار میشه به دست طبقه بهره‌جو. مسئله برسمیت شناختن هویت هم در افغانستان خیلی سیاسی شده است. اینا و مخصوصا که در سخنرانی قبلی گفته شده، شما یکی از پیامدهای منفیش این میتونه باشه که شما اگر هویت ها را به شکل بسیار سیال تصور نکنین، بلکه سخت با مرزبندی های بسیار برجسته تصور بکنین، این باعث میشه که افهام و تفهیم و تبادل فرهنگی را جلو شد بگیره. این راه کرد در به اصطلاح تئوریکش یک دانشمند است به نام چارلز تیلر به نام کمیونیتریان ها. کمیونیتریان ها به این معنی به این باور هستند که هویت ها باید آنچنان که هستند بر ما از جد ما انتقال میکنه، باید به رسمیت شناخته شوند. هیچ راه دیگه هم نداریم. به رسمیت شناختن مهم است. اگر به رسمیت نشناختی در حقیقت تو سرکوب کردی، اما این یک ظرافت خاص خودت داره. این ملت ما است، این مشکلات داره، این مشکلات دیروز هم داشتیم، نه امروز آمده، یک پدیده نو و تازه و بکر نیست که امروز ما از این روبرو هم رایزی روبرو شده مدر مندیم، نه، این از خود تاریخی داره، خدامت داره، پیشینه داره، پدران ما این مشکل آوردن، آبا و اجداد ما این مشکل آوردن و الان به سر ما آمده. من میگم کار درست و معقول ای هست که همه ما بشینیم در مقابل هر قوم، هر کسی که از که بر ما ظلم روا میداره و بر ما ستم میکنه، خود یک قوم میکنه. در افغانستان خود یک کشور کثیر الاقوام است، چگونه ما دیگه اقوام با هم یک جا شده نمیتانیم؟ دلیل و علتی از این پر چرا ما یک جا شده نمیتانیم؟ ما خود بر یک دیگه که میگن که او یک ظالم است، ما خود ظالم نیستم، خود تو ظالم نیستی، ما ظالم نیستم، ای ظالم نیست، اما چرا ما جمع شده نمیتانیم؟ آیا چنین سوال نباید برای ازی پرسش و پرسش پاسخ پیدا شود؟ خود هویت اگر ما بخوایم ریشه‌یابی کنیم، میبینیم در اروپا وقتی که جنگ های حدود 1000 سال کلیسا در اروپا حاکمیت داشته، یعنی یک حاکمیت مذهبی خدا بر زمین، و در اوج ملت ها وجود نداشتن، خود کلیسای اروپا تمام کل قدرت ها را تعیین میکرد. وقتی که جنگ های مذهبی صورت میگیره،
ملت ها با وجود میانم جنگ های وستفالی را که میگن حدود 500 سال پیش وقتی گرخ میده 30 سال جنگ میشه در اروپا، مردم با کلیسا میجنگن. در اینجا است که وقتی کلیسا تضعیف میشه مردم خودشان ایران میمونن که اینا رو ما چی کنن؟ هویت ها در حقیقت در مقابل کلیسا شکل گرفته، یعنی هویت اولین بار وقتی که مطرح میشه در بین ملت ها، یعنی خود هویت یک ملت چیست؟ ملت فرانسه، ملت جرمنی، ملت اسپانیا یا ایتالیا یا همگی در مقابل کلیسا شکل میگیرن، یعنی یک نهاد سکولار ضد دینی بودن. و ما وقتی که در آسیا و اروپا میبینیم این اتفاق نیفتاده، اما بحث ملیت و هویت از اروپا آمده به آسیا، در آسیا باز برعکس رخ داده، حتی از دین به دفاع از هویت استفاده شده.